روزنامه اوکاز عربستان سخنرانی مریم رجوی در گرد همایی بزرگ پاریس رو درج کرد و به نقل از اون نوشت ایران از رژیم دیکتاتوری آزاد می شود و ملاها به لرز افتادند. روزنامه اوکاز مریم رجوی گفت قیام تهران اثبات کرد که چرخ تغییر در ایران به حرکت در آمده و هیچ چیزی نمیتواند مردم ایران که برای نیل به آزادی عزم جزم کرده اند را متوقف کند. رجوی گفت مردم ایران مصمم به سرنگونی این رژیم با تمامی جناحایش بوده و خواهان برپایی یک جمهوری کثرت‌گرا و مبتنی بر رأی مردم و جدایی دین از دولت هستند. رجوی از مردم ایران خواست که کانونهای شورشی قیام را گسترش دهند، چرا که تغییر رژیم فقط به دست مردم و مقاومت ایران امکان پذیر است و به کشور بشارت داد که آینده درخشان و بدون اعدام و شکنجه و تبعیض و سرکوب در افق پدیدار شده است. رجوی در پیامی به جامعه بین المللی خواستار به رسمیت شناختن مبارزه مردم و مقاومت مردم ایران در برابر دیکتاتوری مذهبی شد. وی در پیامش گفت تهدید برنامه‌های سلاح اتمی و موشکی و تروریسم رژیم ایران و دخالت‌هایش در منطقه تنها با سرنگونی این رژیم و محقق شدن دموکراسی در ایران از بین خواهد رفت. لذا این رژیم بایستی به خاطر نقض حقوق بشر مورد حسابرسی قرار گیرد. رجوی ابراز امیدواری کرد جامعه جهانی تحریم کامل نفتی و مالی بر این رژیم را اعمال کند. وی خواستار توقف تجارت با وابستگان به سپاه پاسداران یا مؤسسات وابسته به خامنه‌ای شد و تأکید کرد که سرنگونی این رژیم محتوم بوده و ایران آزاد خواهد شد. مریم رجوی گفت شعله‌های این قیام خجسته در تهران و در سراسر ایران گسترش یافته است، به طوری که شهرهای مشهد و شیراز و قشم و بندرعباس و کرج و کرمانشاه و شهریار و اسلامشهر و کاشان و عراق و اصفهان و رام هرمز نیز مجدداً قیام کردند. وی افزود آری شعله قیام خاموشی نمی پذیرد، بی وقفه ادامه دارد، دائما گسترش و عمق پیدا می کند. امروز تهران تبدیل به بزرگترین شهر شورشی در جهان شده است و خروش شهرها و جوانان شورشی ضربان قلب ملت ایران در شوق آزادی برای یک ایران آزاد است. خانم رجوی خاطر نشان نمود من به اینجا آمدم که آنچه را شما قیام کنندگان می خواهید اعلام کنم. زمان زمان سرنگونی است، پیروزی حتمی است و ایران آزاد می شود.